سلام و وقت بخیر. تماشاگر برنامه همگام با انتخابات ویژه انتخابات 93 از تلویزیون یک هستید. مرور تیترهای درشت روزنامه های افغانستان و جهان، بازتاب دیدگاه شما کاربران شبکه های اجتماعی و گفتگویی در مورد اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در استودیو با مهمانان برنامه. در نخست بابک سیاوش با مرور روزنامه های جهان. بابک؟ سپاس فرهمند. روزنامه های خارجی هم مطالب مختلف دارند در مورد حمله به نظامیان خارجی و همچنان رفتن انتخابات به دور دوم، که از روزنامه کریستین مانیتور آغاز میکنیم. کریستین مانیتور می نویسد در حالی که جنگ به پایان می رسد، طالبان افغان کارمندان غیر نظامی خارجی را هدف قرار می دهند. روزنامه در آغاز مقاله از حمله یادآور شده است که نتیجه آن 3 دکتر شفاخانه کیور در کابل کشته شدند. کریستین مانیتور گفته است که حمله روز پنجشنبه توسط پلیس افغان که وظیفه امنیت و محافظت از کارمندان بین المللی را داشته، نشان می دهد که حمله بالای خارجی ها از اهداف نظامی به افراد ملکی تغییر کرده است. با نوشته روزنامه در آغاز سال 2014 میلادی، حملات بر کارمندان غیر نظامی خارجی از سوی افغان ها افزایش یافته است و در این مدت حداقل 22 تن از خارجی ها کشته شدند. و حال همکارم جمال ناصر با تماس تلفنیش. سپاسگزارم بابک. و حالا برمیگردیم به ولایت هرات، با همکار ما فرهاد جویا با طریق خط تلفن وصل میشیم و در مورد دیدگاه مردم هرات در رابطه با اعلان نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری میپرسیم. سلام فرهاد، دیدگاه مردم هرات در مورد اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری چی است و چقدر نسبت به این نتایج خوشبینند؟ سلام، خدا و محمد خدمت شما و تمامی بینندگان تلویزیون. نتایج ابتدایی که دیروز اعلان شد، واکنش مردم در قبال نتایج ابتدایی بعضی ها مثبت بود و بعضی ها منفی، و اکثرشان امید این داشتند که نتایج انتخابات، دور اول انتخابات بتانه که یکی از کاندیدا پینجو جمعه یک پره بکنه تا اینکه به دور دو کشانیدن نشه انتخابات. همین کشانیدن انتخابات به دور دوم مسئله است که هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی مردم در هرات تشویش ایره دارند. بله جویا، 100,000 رای از ولایت هرات از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی ابطال شد و این موضوع چقدر باعث نگرانی مردم هرات شده، در حالی که هرات 500,000 برگه های رای دهی داشته در انتخاباتی که ما پشت سر گذاشتندیم؟ بله، 100,000 رای که باطل شد. امروز هم با عبدالله شیرزی رئیس کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی در هرات صحبت داشتم که اونا گفتن که 100,000 رای که باطل شده او هم جزء همی آرایی که شمرده شده می باشه و احتمال در روزهای آینده به خاطر که به طرف استیناف طلبی رفته و کسایی که آرایشان باطل شده استیناف طلب شدن، شاید در روزهای آینده دیگه هم از آرایی که کاندیدا به دست آوردن باطل اعلان بشه. این موضوع نگرانی مردم در قبال داشته به خاطر که مردم میگن که ما برای ما دو باور کامل داشتیم که هیچگاه تقلبی در او درس نبوده، اون تقلب هم بوده، از طرف خود کمیسیون بوده که اوراق رای دهی برای ما نرسیده و ما نتونست. فرهاد، ظاهرا انتخابات به دور دوم کشانیده میشه، حالا اذهان مردم هرات چگونه است به رفتن به خاطر انتخابات دور دوم به پای صندوق های رای؟ من به صورت قطعی میتونم بگم که 70% مردم هرات اگر میگن به دور دوم هم کشونیده بشه، با زحمات که با مشقات که متحمل شدیم باز هم دوباره پای صندوق های رای میریم و مردم هرات 70% تا 80% مردم تشنه ایستن که سرنوشتشان تعیین بشه و دیگه در زیر بی‌نظمی و بدامنی زندگی نکنند. سپاسگزارم فرهاد جویا، همکار ما از ولایت هرات از خط تلفن وصل بود. و حالا برمیگردیم به بابک با بقیه روزنامه های چاپ امروز جهان. بله جمال، واشنگتن پست روزنامه دیگر آمریکایی است که می نویسد با افزایش حملات بالای خارجی ها، شماری از کارمندان خارجی به فکر ترک کابل هستند. روزنامه می نویسد 6 حمله بالای غیر نظامیان خارجی نشان می دهد که کابل تا چه حدی برای غربی ها خطرناک شده است. واشنگتن پست می نویسد از حمله بر هتل لبنانی گرفته تا به حمله بر هتل کابل سیرینا و هدف قرار گرفتن خبرنگاران خارجی، بالاخره حمله اخیر بر شفاخانه کیور یادآور شده است. روزنامه اظهارات کیم برلی
یک حقوقدان آمریکایی را نشر کرده است که گفته است با باور او خارجی‌ها به فکر ترک کابل هستند و این یک خبر خوب به افغان‌ها نخواهد بود. اما برای مسئولیت خود این کارمندان یک تحول خوب است. به حساب می‌آید که واشنگتن پست اظهارات کارشناسان امنیتی و شماری از ناظرین اوضاع افغانستان را هم نقل کرده است که گفته است این افراد حالا روی این موضوع که کابل در آینده تا چه حدی برای جامعه بین‌المللی مسئول خواهد بود به دو گروه تقسیم شده است. روزنامه بعدی ما روزنامه خلیج تایمز است. روزنامه خلیج تایمز بر رفتن انتخابات به دور دوم توجه کرده است. به نوشته روزنامه از میان دو نامزد پیشتاز هیچ یک آرای 50% را نگرفتند و حالا رفتن انتخابات به دور دوم قطعی به نظر می رسد. خلیج تایمز همچنان گفته است که رئیس جمهور کرزی خود را از مداخله در انتخابات کنار کشیده است. اما چیزی که روزنامه به آن توجه کرده این است که خیلی ها به این باورند که حامد کرزی از نامزدی زلمه رسول حمایت کرده است. اما آقای رسول فقط 11% آرای انتخابات را به دست آورده است. این بود مرور روزنامه های خارجی و آل جمال ناصر با بحثش. سپاسگزارم بابک و حالا برمیگردیم با آقای ضیاءالحق عمرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات. از خط تلفن وصل میشیم و در پیوند به اعلام نتایج نخستین انتخابات با آنها حرفای خواهیم داشت. سلام بر شما آقای عمرخیل. ستادهای برخی از نامزدان ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را به عملکرد جانبدارانه متهم کردند و از اعلام نتایج ابتدایی هم چندان راضی به نظر نمی رسیدند. پاسخ شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه د تاکون خپلواک کمیسیون خوشبختانه هغه وعده یې چې د افغانستان ولس سره کړې وه په همغه ټاکلي وخت باندې ابتدایي نتایج اعلان کړ چې اولین ځل ده د افغانستان په تاریخ کې چې د تاکون خپلواک کمیسیون افغاني پروسه مخ ته وړل کېږي د افغانانو په لاسو باندې ډیزاین شوې ده او افغانانو تطبیق کړې ده. هیڅ خارجي رول پکې نه و. په وخت او زمان سوي ده ښه تخنیکي تدابیر لوجستیکي تدابیر ورته نیول سوي وو په تقسیم اوقات په اساس باندې په ښه شکل مخته لاړ او د شفافیت له لحاظه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو مدني ټولنو ته کاندیسیدانو ناظرینو ته او هم همدارنګه رسنیو ته او همدارنګه د شکایتو کوم محترم کمیسیون سره په ښه هماهنګي کې وتمام سي دغه کار مخته یوسي چې دا ختمه سوي نه ده. تر اوسه یوازې ابتدایي نتایج اعلان شوي دي او نن بر اسمان د ټاکنو د شکایتو کمیسیون ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه نتایج سپاري او هغوی به غور و بررسی شکایاتو ته به رسیدگی کوي اعتراضاتو ته به رسیدگی کوي بیا به خپل نهایي. آقای عمرخیل، روز قبل شما یک خبر داشتین و ابراز نگرانی کردین که کمیسیون شکایت های انتخاباتی یک روز مانده بود به اعلان نتایج نخستین انتخابات نتایج کارشان را به شما نداده بودند، یعنی نتایج بررسی هایشان را که 90% بود. این ناهماهنگی ها چقدر میتونه به کار شما آسیب برسانه؟ خوشبختانه موږ هماهنګي ډېره لرو. یعنې زه په دې باندې ویاړم چې اولین ځل د دواړو ادارې ډېر ښه هماهنګي لري، هم د ولایتونو په سطحه باندې هم همدارنګه د مرکز په سطحه باندې. موږ تېره ورځ ماښام کې خپل نتایج اعلان کړل چې نن بر اسمان د شکایتو محترم کمیسیون ته نتیجه سپاري، اسناد به ورته سپارو، هغوی به شکایتو ته رسیدګي کوي او د دوی د رسیدګي نه به وروسته موږ نهایي نتایج اعلانو او تدابیر نیول سوي دي په جنګ کې او همدارنګه د ولایتي شوراګانو باندې به د سه شنبې ورځ نه عملا موږ کار پیل کوو. کمیسیون مستقل انتخابات آقای عمرخیل همواره ادعا داشته که در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانیده شود آمادگی لازم را بر برگزاری انتخابات دور دو دارد. با توجه به اینکه اوضاع امنیتی هم چندان خوب نیست در کشور و اوضاع جوی هم، شما چقدر مطمئن هستین که بتانین مواد حساس انتخاباتی را در ظرف 15 روز پس از اعلام نتایج نهایی در تمام نقاط افغانستان برسانید؟ من ظرفیت لرو، توانایی موجود ده، خوشبختانه پلان موجود ده، بودیجه موجود ده، تدابیر نیول سوي دي. امنیتي ارګانونو سره به ډېر زر دغه بحث پیل کوو چې هغوی دویم دور ټاکنو د امنیت تامین کړي او همدارنګه ترتیبات نیول سوي دي مجرد چې نهایي نتایج اعلان شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون انشاءالله په خپل وخت زمان باندې دوی دور ټاکنې هم کړي که چیرې دویم دور ته وغځېږي. یعنی ولس دې مطمئن اوسېږي، کاندي صاحبان دې مطمئن اوسېږي، همدارنګه مدني ټولنې دې مطمئن اوسېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول زیار بشي. راځم دې موضوع ته چې د کاندي صاحبانو موضوع تاسو مخکې یادوري وکړه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار به حاصلی ده. همدارنګه په حدود د 3.5 لکو ناظرینو ته د نظارت لپاره
اجازه ورکړو چې د ټاکنو ورځې نظارت وکړي او همدارنګه د شفافیت په لحاظ باندې هیڅ شی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چانه پنهان نه دي. یعنې هر نتیجه چې موږ اعلانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویب سایټ کې هلته موجود وي، اعمار موجود وي، ارقام موجود وي، که فلسفه د ابتدایي نتایجو دا ده که دوی چیرې شکایت لري، اعتراض لري، یا زموږ په کار باندې نیوکې لري، یا دوی فکر کوي چې شفافیت نه ده تامین شوی، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضر ده دوی سرکینی بحثو کی دوی قناعت حاصل کی. آقای امرخیل، نهادهای ناظر در کار انتخابات و برخی ستادهای انتخاباتی که از نامزدان هست ابراز نگرانی داشتند در صورتی که انتخابات به دور دوم بره احتمال تقلب گسترده وجود داره. شما این موضوع را چقدر میپذیرین؟ از فکر کوم خپل شخصا ز دې موضوع سره توافق نمند که اداره تعهد لري د ادارې ثابت کړل چې د تقلب مخنیوي لپاره کوټلې جامونه اخیستي وو. د دویم دور لپاره به هم همدارنګه تدابیر نیول کېږي. مدني ټولنه به ترې نظارت کوي، کاندید صاحبانو نمایندګان به ترې نظارت کوي. یعنې ولس په دې مطمئن اوسېږي، کاندیدان دې په دې مطمئن اوسېږي. کله چې د قانون بحث راځي په دې معنا باندې چې قانون مکلفیت ښودلی ده چې که چیرې یو کاندید هم 50 جمع 1 پوره نه کړي نو ټاکنې به دویم دور ته ځي، او په دویم دور کې کاندیدان مکلف دي چې دویم دور ته لاړ شي او دویم دور ټاکنې کې برخه واخلي. سپاسگزارم از شما آقای امرخیل و ادامه برنامه را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. شام روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات نتایج قسمی نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد که در آن دیده شد تفاوت زیادی به میزان فیصدی آرای نامزدان وارد نشده و باز هم آقای دکتر عبدالله عبدالله صدر نشینی اش را حفظ کرده و آقای دکتر اشرف خانی احمد زای با کسب 31.5% آرا در جایگاه دوم قرار داشت. پس از اعلان این نتایج و این موضوع مورد قناعت و قابل قبول برای نامزدان ریاست جمهوری نبود و واکنش های در پی داشت. و حالا در استودیو با من آقایان محمد فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان و آقای احمد بهزاد عضو شورای رهبری ائتلاف ملی برای بحث بیشتر هستند. با سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. آقای بهزاد، آقای محقق، معاون دوم آقای دکتر عبدالله، اندکی پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات گفتند با واکنش تندی که داشتند، گفتند که کمیسیون انتخابات در یک اقدام شبه نظامی و همچنان با اقدامی که داشتند دست به قرنطینه هزاران صندوق رای کرده و همچنان گفتند که کمیسیون موفق به مهندسی کردن انتخابات شد و همچنان در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده بودند که کمیسیون به یک سلسله مخفی کاری های داشتند. حالا این اقدام شبه نظامی و مخفی کاری های کمیسیون به جانب کی بوده و چی ها بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین محترم تلویزیون یک، در ابتدا جا داره که یک نکته اشاره بکنیم و اویی که مردم افغانستان با حضور شکوهمندشان در پای صندوق‌های رأی در 16 حمل یک حماسه بزرگ را آفریدند. امیدوار هستیم که دستاندرکاران امر انتخابات امانتداران صادقی برای آراء مردم افغانستان باشند. چیزهایی که در طول چند هفته اخیر ما شاهد بودیم متاسفانه شک و گمان‌های زیادی را در نزد افکار عمومی به وجود آورده. ببینید امروز بحث ای هست که بعضی از ستادهای انتخاباتی جشن گرفتن که انتخابات به دور دو رفت، در حالی که واقعیتی است که انتخابات به دور دو نرفته است. عده تلاش میکنند تا انتخابات را به دور دو بکشانند. آنچه که در هرات اتفاق افتاد نمونه واضحی هست. اسناد کافی در اختیار داریم، ایره منتشر هم ساختیم، اگر لازم باشه اسناد دیگری هم در اختیار داریم که هنوز انتشار ندادیم، اونها هم در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد تا مردم افغانستان قضاوت بکنند. جالب هست که مراکزی را مورد دستبرد قرار دادن تحت عنوان تفتیش، بازشماری و بعداً ابطال که اینها در چند قدمی ساختمان ولایت هرات قرار داشته. هیچ کسی در هرات، در افغانستان باور نمی کنه که در داخل شهر هرات کسی بتواند صندوق پر بکند، کسی بتواند تقلب بکند. مثلا به عنوان نمونه چیزهایی که در انجام اوراقش را با خود آوردم، یک نمونهش را من قرائت می کنم خدمت شما. شکایت به این مضمون درج شده در سایت خواجه عبدالله کارمند در سایت خواجه عبدالله انصار کارمند کمیسیون انتخابات به نام کی به نفع دکتر عبدالله فعالیت می نماید. و یا عین همین شکایت در مورد سایت ملکی جلالی را مطرح ساختند. خب
یک خانم را نامش را بردن که به نام برای دکتر عبدالله فعالیت میکند. هیچ اشاره نشده که چه نوع فعالیتی. خب حالا به هر صورت این فرض میکنیم که صحیح یک نفر فعالیت کرده. حکمی که صادر شده بسیار جالب هست. بررسی صورت گرفت، آرای محلات مذکور باطل شناخته شد. یک نفر در یک مرکز رایدهی که دارای 7-8 محل رایدهی بوده چگونه میتواند در همه محلات تقلب بکنه؟ مدارک کافی شما در اختیار دارین و با کمیسیون شکایت در میان گذاشتین، پاسخ اونها چی بوده؟ ببینید تا به حال چیزی که شما اشاره کردید در نقل قولی که از جناب استاد محقق کردید که حالا ایشان با چه عباراتی این موضوع را مطرح ساختن، من خودم از زبان ایشان تا به حال نشنیدم، اما به هر حال من فکر میکنم که افکار عمومی مردم افغانستان چنین برداشتی داره. ما در رابطه با همه مراکز و محلات و صندوق هایی که کمیسیون محترم انتخابات میگه زیر تفتیش هست، زیر بازشماری هست، باطل شده، از روند شمارش و آرا خارج شده، بار بار ما مکتوب روان کردیم که شما اطلاعات در اختیار ما قرار بدید. تیم ما، تیم اصلاحات و همگرایی، نامزد پیشتاز انتخابات هست. در هر مرحله ای که آرا اعلام شده ما پیشتازی خود را حفظ کردیم و با یک فاصله زیاد نسبت به نامزد محترم بعدی ما در جایگاه اول قرار داریم. ما حق داریم که در جریان قرار داشته باشیم که کدام محلات و کدام مراکز زیر تفتیش هست، زیر بازشماری هست و یا باطل شناخته شده. متاسفانه کمیسیون انتخابات از جواب دادن خودداری میکنند. چرا از جواب دادن خودداری میکنند؟ اگر کدام برنامه شبه نظامی در پشت پرده وجود نداشته باشه برای دستبرد زدن به آراء مردم، اولا تعلل کردن در اعلام نتایج غیر منطقی است، دوم عدم ارائه اطلاعات کافی. شما ببینید به من نمونه، تا امروز صبح فیصدی که دیروز اعلام شد روی سایت کمیسیون محترم انتخابات قرار نگرفته. جالب هست که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات میگوید 24 ساعت نامزدها حق دارند که شکایت بکنند. خب شما وقتی که تا صبح قرار ندادید چند ساعت باقی میمونه تا ساعت 8 بعد از ظهر، 8 عصر که فرصت شکایت تمام میشه؟ آقای بهزاد، ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله همچنان به کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی را به جانبداران عمل کردن متهم میکنه. در این حال ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزاده که یکی از نامزدان پیشتاز است اونها هم متهم میکنن. حالا از دید شما کمیسیون به کدام جناب بیشتر تعلق داره و به نفع کی کار میکنن؟ ببینید ما از کمیسیون محترم انتخابات، کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی، توقع ما ایست که بر اساس قانون عمل بکنند. به هیچ عنوان به هیچ یک از نامزدها به شمول نامزد اصلاح طلبان تمایل نداشته باشند. اونها مر قانون را در نظر بگیرند، اجراءات خود را، عمل کرد خود را شفاف، علنی و بر اساس موازین حقوقی و قانونی عیار بسازند. در این صورت هست که مردم افغانستان قانع خواهند شد. اما اگر اینها مخفی کاری بکنند، تعلل ببرزن، از ارائه اطلاعات خودداری بکنن و بعد کاندیداها و نامزدها را در یک تنگنای زمانی قرار بدن، این خودش گویای یک دسیسه و یک برنامه پشت پرده است. سپاسگزارم. آقای عظیمی، آقای بهزاد گفتند که احتمال نداره که انتخابات به دور دوباره. عقیده شما چی است و یافته های شما نشان دهنده چی است؟ در حالی که رئیس کمیسیون انتخابات دیروز گفت که ظاهرا انتخابات به دور دو خواهد رفت و هیچ یک از نامزدان تا کنون که نتایج ابتدایی اعلام شده نتونستن 50 جمعه یک آرا را به دست بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون شما و همکار عزیز ما، البته چنانچه که پیشتر رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بیان کردن، هنوز پروسه نتایج تکمیل نشده. ما در حالت اعلان نتایج ابتدایی قرار داریم. هنوز بسیار زود است که ما همیشه تاکید ما به این بوده باشه که گویا انتخابات به دور دو رفته و جشن بگیریم و اعلان بکنیم که انتخابات به دور دو رفت. داشته های ما داشته های ملت افغانستان است. داشته های ما مواردی است که تمام رسانه‌های افغانستان در روز انتخابات حماسی که مردم افغانستان آفریدن امو داشته است، نه زیادتر و کمتر از آن چیزی که مردم عملا شاهد بودند. و اسناد و مدارکی که ناظرین ما از
محلات مختلف در سر تا سر افغانستان بدست آوردن و گمانه‌زنی هایی که بود حتی رسانه های خارجی تا دو روز سه روز قبل ابراز نظرهایی در این خصوص داشتند، ما تیم برنده هستیم. به این معنی که تعداد زیاد از آرا قصدی که اسناد و سوابقش در دسترس ما است، به خاطر پایین آوردن آرای کاندید ما تقلب صورت گرفته. من نمیگم که به نفع یک کاندید خاص و کاندیدا، به خاطر که خود میزان مشارکت بلند ببره و در ضمن فیصدی کاندید ما را پایین بیاره. و این تمام مردم افغانستان شاهد بودند که توطئه اول وقت آغاز شد که در ولایات بزرگ که گمان می رفت و پیشگویا طوری بود که کاندید ما آرای بیشتر به دست میارن، ساعت ده بجه بعد از آغاز انتخابات برگاه رایگیری ختم شد. که کمیسیون مستقل انتخابات عمدن این برنامه را طرح کرده. موقعی که شما میدانین که جاهایی که زیادتر کاندید مورد نظر ما رای بیشتر میگیرد، به ساعت ده بجه صبح وقت ورقای برگه رایگیری ختم میشه و کمیسیون ولایتی تعلل میکنه و به ساعت چهار و ده دقیقه بر محل جدیدی را ایجاد میکنه، خود به خود در اینجا یک تعمد کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد داشت میگفت که در هر مرکز رایدهی 600 برگه رایدهی وجود داشته. اگر شمار هم شوه یک دقیقه در بر بگیره 600 دقیقه میشه، یعنی این به ساعت ده نباید ختم شه. اونو گمان میکردند که در اون محلات تقلب صورت گرفته. محلاتی که من خدمت شما نام میگیرم، مثلا مکتب مولانا جلال الدین در عمق شهر مزار شریف قرار داره، لیسته استقلال در عقب مقام ولایت بلخ قرار داره، لیسته زراعت در یک منطقه مزدحم شهر مزار شریف قرار داره. در اونجا من فکر میکنم که از تعداد رای دهندگان کرده تعداد ناظرین زیاد بود و همچنان کمره های رسانه ها که این فیلمایش قبلا نشر شده و شما در جریان هستید، من تعجب میکنم که در همچون معالات برگه رایدی که ختم شد، اینا در مثلا لیسه استقلال در صد قدمی کمیسیون انتخابات و گدامای کمیسیون انتخابات قرار داشت، اینا تانستن که در ساعت چار و ده دقیقه اوجه برگر حاضر بکنن. بالاخره جالب در اینجا چی مسئله است که امی محلات به خاطر از اینکه بعد از ساعت پنج مردم رای خود استعمال کرده، این محلات باطل ساخته شده و قانون انتخابات در این قسمت صراحت دارد، چنانچه قبلا دوستان اشاره داشتند که ما از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تقاضای به این است که بر مبنای قانون عمل بکنند. ما مسائل حقوقی را نباید به این مقایسه بکنیم که یک جوان از پاکستان دیتا انتری یا بعض مسائل لوجستیکی و تکنیکی را او فرا گرفت، او را به کمیسیون شکایات موظف سازیم، چنانچه که نتیجهش عملا همکار عزیزم از ولایت ایراد نشان دادن. پروسه انتخابات و پروسه شکایات انتخاباتی، استعمال رای، نحوه استعمال، این یک پروسه حقوقی است که بر مبنای قانون انتخاباتی صورت میگیره. ما نمیتونیم که بسیار کمیسیون در صورتی که دست به تقلب داره و در صورتی که برگه های رای دهی را کمتر فرستاده در محلات و مراکزی که اونجا تعداد رای دهنده زیاد بوده، چه منفعتی را دنبال میکنه؟ ببینین، من فکر میکنم که یک تیم خاص وجود داره، یک تیم خاص وجود داره در این کشور که اونا نمیخواید که به آرای مردم احترام بگذاره. در سال 2009 این عمل انجام دادن، در این نوبت با یک میتود جدید و گپای و صحبت ها و ابراز نظرهایی که صورت میگیرد همش جانبداران است، ولی باز ما مطابق به قانون میخواهیم شکایت های خود را دنبال بکنیم و طور باید اینا متوجه بوده باشند، کار خود را، اجراهات خود را، تصامیم خود را بر مبنای قانون بگیرن. در صورتی که نمیگیرن دوباره برمیگردیم به شما آقای عظیمی. انتظار عواقب ناگوارشان خودشان داشته بودن. آقای بهزاد، مجموع آرایی که ریخته شده در ولایت هرات بر اساس آمارایی که بر ما رسیده 500 هزار خوانده شده و از این 500 هزار 100 هزار ابطال شده و ستاد شما هم ادعا دارند که بیشترین یارا به آقای دکتر عبدالله برمیگردند. حالا مدارک و اسنادی که بتونه ثابت بسازه این مورد که تقلبی نیست یارا، شما با کمیسیون ارائه کردین و او اسناد عبارت از چی است؟ اجازه بدید که من یک موضوعی که شما از جناب آقای عظیمی پرسان کردید مورد روشنی بیاندازم که کمیسیون محترم انتخابات یک کار خوب کرده بود. حالا کارهای بدش را که میگیم، کارهای خوبش را هم بگیم. در هر محل رای دهی در این انتخابات
چند غرفه یا جایگاه رای دادن را گذاشته بود. ما خودم در روز رای دهی وقتی که در هرات رفتم که رای بدیم، در اونجا دیدم که 5-6 نفر به طور همزمان رای می دادن. یعنی اینکه مردم آنگونه ای که کمیسیون محترم انتخابات استناد میکنه که یک دقیقه را در بر میگیره، اینگونه نبوده، بلکه کسانی که می آمدن چند نفر همزمان اینها کارشان انجام می شد و مصروف رای دادن بودن. چیز دیگری که شما در سوال شما بود، یکی از دلایلی که ما میگوییم در پشت پرده مسائلی میگذرد که مردم را بسیار مشکوک و زنین ساخته، این هست که کمیسیون محترم انتخابات باید در فردای روز 16 حمل به مردم اعلام میکرد که چه تعداد از واجدین حق رأی در انتخابات شرکت کردند. یک روز گفته شد در حدود 7 میلیون، روز دیگری محاسبه‌ای که کردند بالای 7 میلیون را نشان می‌داد، حتی تا 8 میلیون هم حدس و گمان‌ها آمد. بعداً نتایج ابتدایی به زیر 7 میلیون و 6 میلیون و چند صد هزار رسید. هرات هم از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه کمیسیون محترم انتخابات علی‌رغم اصراری که ما داشتیم اعلام نکرد از بعد از انتخابات تا به امروز اعلام نکرده است که در هرات چه تعداد رأی دادند. مشخصا رقم دقیق رای دهنده ها را اعلام نکرده است. دلیلی که میخوام عرض بکنم، با سند عرض میکنم که اینها عده‌ای در درون کمیسیون انتخابات، همه مقامات کمیسیون انتخابات را متهم نمیکنیم، امیدوار هستیم که به این موارد رسیدگی صورت بگیره. عده‌ای بعد از روز رای دهی وقتی که دیدن که نتایج به مذاقشان جور نمیآید و در راستای امیال سیاسیشان نیست، رفتن به سراغ رای سازی. یک رزلت شیتی که از کمیسیون از وبسایت کمیسیون ما کپی گرفتم، اینجا ایران نشان میده. به خاطر از اینکه ممکن هست دقیق گرفته نشوه، اگه دوستان میتونن ایره بگیرن خوب هست، اما اگر نمیتونن بگیرن ما فقط آدرس از ایره میدم. محل رای دهی 13-07-056، ایره میتونن دوستان ببینن. ای در یکی از دور افتاده ترین مناطق افغانستان، در مناطق ناامن کشور و در یک قریه، در یک مرکز رای دهی، در یک مسجد به نام از او آمده. 4 محل داره. 4-6-24 2400 رای. جالب هست به دو نامزد محترم پر شده 200 رای. نامزدان کیا بودن؟ نامشان را نمیگیرم، فقط دوستایی که، چون که ممکن هست که خود اونها راضی نبوده باشند، اما به هر حال از شماره 4 به پایین هست. از جانب کی صورت گرفته؟ بیشتر از طرف مردم بوده آقای بهزاد؟ اجازه بدید، این رزلت شیت هایی هست که در وبسایت کمیسیون انتخابات درج شده. ای بدون همراهی کمیسیون انتخابات اصلا امکان ای تقلب نبوده. ببینید 2400 رای از سایت زنانه در یک ولسوالی ناام، در یک قریه دور افتاده 2400 زن آمدن در صف استاد شدن، به دو نفر رای دادن، یک نفر هم اشتباه نکرده است. اجازه بدید که یک نکته دیگر اشاره بکنم. دیروز من یک فرصت یافتم، سر وبسایت کمیسیون محترم انتخابات زدم. 2 ساعت من در چند ولایت‌های عمدتاً ناامن کشور، من اونجا رفتم، سایت را باز کردم، رزلت شیت ها را دیدم. 30,000 رأی جعلی و تقلبی را در ظرف 2 ساعت از 2 ولسوالی به دست آوردم. رزلت شیت هایش هست، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی حاضر و مناظره هست، در همین تلویزیون شما رزلت شیت ها را میاریم، از جای دیگه هم نیست، از روی وبسایت کمیسیون انتخابات هست. ما این برنامه را در نظر بگیریم. اجازه بدید من اشاره بکنم به چه شیوه. یک شیوه هست که آرا تقسیم شده بین 2 نامزد و 3 نامزد. یک شیوه دیگه ای هست که در برای یافتن تقلب، نامزد الف در محل یک مرکز رای دهی برده 0، یعنی 1 رای نبرده، اما در محل 2 همان مرکز برده 480 رای. ای از موارد بارز و آشکار تقلب هست. اما چون وقت نداشتن، چون فرصت نداشتن، با عجله آمدن رأی سازی دوباره برمیگردیم به شما آقای بهزاد و ادامه برنامه را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید.
تماشاگر ویژه برنامه انتخاباتی همگام با انتخابات از یک هستید. آقای عظیمی، در صورت که انتخابات به دور دوم کشانیده شود، واکنش ستاد انتخاباتی آقای دکتر عبدالله چه خواهد بود؟ ببینین، موقعی که یک کاندید به انتخابات خود ثبت نام میکنه و وارد مبارزه انتخاباتی میشه، طبعا در انتخابات دور اول و دور دو دور از تصور نیست. هرگاه این رفتن به دور دو انتخابات بر مبنای قانون صورت گرفته بوده باشه و خود اوراق رایدی بعد از اینکه پاکسازی شده و تقلبات و جعل تصویر از او جدا ساخته شده بوده باشه و فیصدی مورد نظر به دست نیامده باشه، طبعا این قانونی است و ستاد انتخاباتی ما هم هیچ وقت عدول از قانون نمیکنه و بر مبنای قانون خواستیم ما مبارزات خود پیش بریم بدون از اینکه زورگویی بکنیم، بدون از اینکه در خور مردم مانند سیستم های انتخابات غربی همیشه خود برنده اعلان بکنیم. و آقای عظیمی، تا کنون از اظهارات شما معلوم میشه که از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات رضایت ندارین و آنچنانی که انتظار میره کار نکرده کمیسیون های شکایت های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات. حالا اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیابه و انتخابات به دور دوم بره، چقدر مورد پذیرش شما قرار خواهد گرفت؟ من فکر میکنم که خیلی زود است که درباره عملکرد کمیسیون ها ابراز نظر آخری و قطعی خود در ما بکنیم. فعلا پروسه در حال جریان است، ما شکایت های خود را درج میکنیم و مسائل از نزدیک دنبال میکنیم. او مواردی که از لحاظ قانونی به زعم ما خلاف قانون در اونجا اعمال حرکات صورت گرفت، هرگاه کمیسیون های انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به او رسیدگی کرد و مطابق به قانون تصمیم میگرفت، طبعا او مورد قبول ما است. و موقعی که این مسئله بر مبنای قانون فیصله صورت نمیگیره و به شکایت ها ترتیب اثر داده نمیشه و زورگویی صورت میگیره و کوشش میشه که به صورت یک جانبه بدون در نظر گرفتن خواست مردم عمل شود، در او وقت حتما ما موضع‌گیری خود خواهد داشتیم و فعلا خیلی زود است که در این باره موضع‌گیری بکنیم. بررسی های شما تا کنون نشان دهنده چی است و در صورتی که انتخابات به دور دوم بره، عمده ترین نگرانی شما از چه ناحیه است؟ ببینین، با در نظر داشته ریزلت هایی که همکار عزیز ما فرستادن که در یک محل دور افتاده، در یک ولسوالی ناهم، در یکی از ولایت های دوردست افغانستان 2400 خانمی که شاید من فکر میکنم میزان سواد در اونجا در 5% در بین خانم ها بوده باشه یا 6%، چی خانم های ماهر بوده نام خدا که همیشان 2400 نفر با یک کاندید یا دو کاندید رای خود داده، بدون از اینکه ببینید 0-0-0 بدون اینکه یک رای باطل شوه، بدون اینکه یک رای سفید بوده باشه و یا مثلا او رای بنابر هر ملحوظی که است، چنانچه که در مراکزی که انتخابات واقعی صورت گرفته ما ببینیم که هر چقدر در بین باسوادا بوده باشه و کسانی که زیادتر با مسائل انتخابات چندین انتخابات اشتراک کردن تجربه دارن، در اونجا ببینیم که آرای باطل و آرای سفید و مثلا خود کاندیدای مختلف آرای مختلف گرفتن. این خود به خود مسئله است که مثل آفتاب روشن و ایجاب زیاد بحث نمیکنه. اگر به این مسائل اینا پاسخ مثبت دادن و این مسائل بررسی کردن و تصامیمشان بر مبنای قانون بود، طبعا مورد قبول ماست. اگر ما تشخیص میتیم که خلاف قانون است و موقعی که شیر سفید بوده باشه و دوستان در تلاش ازی بوده باشه که با میتودا و با استفاده از ترمها و اصطلاحات تکنیکی و مچه مالی و لوجستیکی بخواه که او را سیاه جلوه بده، هیچ وقت او نه تنهایی که مورد قبول ما نیست در قدم اول مورد قبول مردم ما نیست، اگر ما قبول هم بکنیم مردم ما مورد قبول. آقای بهزاد، در صورتی که انتخابات به دور دوم برای احتمالا یکی از این نامزدها برنده انتخابات میشوند و این مواردی هست که ممکن نامزدان پیشتاز ستاد انتخاباتی آقای عبدالله و آقای اشرف غنی در پیش خود دارن و نقطه نظراتی را دارن، حالا بحران پس از انتخابات دور دو یا دور اول که مورد قناعت این دو تا ستاد انتخاباتی که پیشتاز در انتخابات هستند، مدیریت از او و بحرانی که پیش می مسئولیت کی است؟ اجازه بدید که یک نکته باز هم در ادامه فرمایشات جناب آقای عظیمی اشاره بکنم که انتخابات هنوز به دور دو نرفته. ای کسانی که جشن
شادمانی برگزار کردند که انتخابات رفت به دور دو. شما چه فکر میکنین هدف از برگزاری این جشن شادمانی به خاطر رفتن انتخابات به دور دو چی بودن؟ من فکر میکنم که دوستای ما خوب خبر داشتن که رأیشان چی فیصدی هست و رأی نامزد پیشتاز 50 و چند درصد هست. اونها خوب خبر داشتن، از جاهای مختلف برایشان گفته شده بود، تقاضایشان برای تعلل در اعلام نتایج هم بی تأثیر نبود. سپاسگزارم آقای بهزاد و از شما آقای فرهاد عظیمی از حضوریابیتان در برنامه. و حالا برمیگردیم به بابک با مرور روزنامه‌های افغانستان و بازتاب دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی. روزنامه بعدی روزنامه جامعه باز است. جامعه باز می نویسد عبدالله عبدالله به مصاف اشرف غنی احمد زای خواهد رفت. کمیسیون مستقل انتخابات با 2 روز تأخیر از تقویم انتخابات نتایج اولیه تمامی آرای ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس آن هیچ یک از نامزدان نتوانستند که 50% و اضافه 1% آرا را به دست آورند. کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که دور دوم با شرکت دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمد زای برگزار خواهد شد. وال همکارم جمال ناصر با ادامه برنامه. فکر کنم که در برنامه هم چیزی باقی نمانده. سپاسگزارم بابک و از این که ما را همراهی کردین تا این لحظات سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر که در همین ساعت فردا در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدارتان. شب خوش.